سلام، درود آرمین. سلام درود بابک، هم همینطور. سلام خوبی بچه ها؟ ممنون، سلام خوبی؟ آرمین جان، من دو تا سوال متفاوت دارم. خواستم ببینم که من الان یک سالی است که با برنامهاتون قبلا هم گفتم آشنا شدم، برام روشن شده قضایای دین و مذهب و اینا. خواستم اینا، شما ها که مثلا چیز بودین، چجوری با خانواده هاتون کنار اومدین؟ من یک مشکلی دارم با خانومم، این کنار اومدن با اونا خیلی برای من سخته. خواستم ببینم شما چجوری تونستین کنار بیاین. خب آخه شرایط ما فکر کنم فرق داره با خیلی ها. من نمیدونم بابک، تو چجوری نتونستی؟ بابک، خب بابک هم نمیخواست. من اگه بگم فکر کنم خیلی بد میشه، چون که من خیلی راحت بود برای من و این سختیه که شما کشیدین. من اگه بگم اتفاقا تو کنم من چیز بودم، من خودم خیلی مذهبی بودم بعد، و پدر مادر من خیلی لیبرال بودن، من مذهبی بودم و کلی وقتی من مذهبی بودم کلی اذیتشون کردم که اینا دیندار بشن. برای همین من وقتی بی خدا شدم اصلا پدر مادر من کلی خوشحال شدن، گفتن خدا رو شکر. لحظه آرده، تو مادرت مذهبی بوده؟ خودت مادر من خرافاتی، یعنی مذهبی، نه مذهبیه، مثلا لیبرال، یعنی از آزه ارزشی لیبرال بود. خب ولی مثلا امامزاده میرفت و مثلا دعا میکرد و میرفت چه میدونم میرفت یک سری کسایی براش جادو جنبل میکردن. البته قبل از اینکه بمیره کاملا بی خدا شد، ولی یه مدتی خرافاتی بود، دینی خرافاتی بود، ولی ارزشاش لیبرال بود. خب ولی جفتشون، من آقا چیز می، من نمیدونم دفعه قبلم گفتم، من وقتی جمهوری بی خدایان رو شروع کردم به قسمت انگلیسیشو نظم میکرد که کار درست شد. آره، رفت امامزاده دعا کنه که موفق شه. اصلا من برام خیلی گفتم رفتی به خدا داری دعا میکنی که جمهوری بی خدایان موفق شه؟ گفتم خیلی چه منطقی داره. بعد مادرم هم بهم گفتش که تو مادر باید کاری که انجام، مادر برای موفقیت پسرش هر کاری میتونه بکنه. یه همچه حرفی زد. ولی خب من برای من اصلا سخت نبود، ولی آره من خیلی اتفاق، من خیلی تازه ببین یه چیزی بگم، من اصلا حمایتی که من شد خیلی زیادی هم بود یه جورایی، برای اینکه من پدر مادر من واقعا هزینه کردم برای دانشگاه من. خب چون من رفتم دانشگاه و اصلا بیرون نمی اومدم. خب چون خیلی دوست داشتم تو دانشگاه بمونم، که از یه رشته از یه کلاس میپریدم به کلاس، انقدر کلاس‌های اختیاری گرفتم، من اینکه نمیخواستم از دانشگاه بیام بیرون برم سر کار، میخواستم تو دانشگاه بمونم. خب من یه دهه تو دانشگاه موندم. خب و اینا همه اینقدر هزینه کردن برای دانشگاه من. از دانشگاه که اومدم بیرون یه سال و نیم کار کردم، یه سال و نیم بعدش ول کردم که برم سر جمهوری بی خدایان، بعد از این همه خرج برای دانشگاه من. خب و اینا بی همچین تصمیمی بعد از این همه خرج، با این حال همه کاملا حمایت کردن، کاملا حمایت که من هر چی بخوام. یعنی بعد از، یعنی این همه مثلا پدر مادرای ایرانی مثلا انقدر معروفن که میخوام مثلا بچه‌شون دکتر مهندس و اینا بشه اینا، ولی من گفتم نه، من میخوام برم فعالیت بکنم برای این هم چیزی، برای جمهوری به خدا. گفتن که تازه پدر، حالا من نباید دیگه زیادی نباید بگم، آره دیگه چیزا رو، آره دیگه اشاره نکن خیلی، آره نه، گفتن هر چی میخوای، هر چی میخوای بکن. آرمین میدونی من همین چند بگو، من همین چند روز پیش که به حساب شهادت حضرت فاطمه بود رفتم خونه، دیدم خانمم نوحه گذاشته و داره گریه میکنه و گفتم بل کن خانم، این کارا چیه میکنی؟ و یعنی یک جنگی بین ما شد که اصلا نهایت نداره، کشید به جایی که بابا جان اصلا 1400 سال پیش بوده
ما اصلا اینا رو نمیشناسیم و اینا، یک بحثی کشید به حضرت علی و حضرت علی اقدر انسان ها رو کشته و اینا، اصلا نمیدونی میخواست چی کار بکنه که تو چرا داری حرفا رو میزنی. اصلا نمیدونم حالا چجوری با اینا کنار بیام، خیلی برام سخت شده چجوری اینا رو آشنا کنم که بگم بابا اینا. من احساس میکنم، نمیدونم، ببخشید، من احساس میکنم برای، چون الان تو خودت حرفتم اشاره کردی به جنگ و دعوا قضیه میکشه. خب من پیشنهادی که میتونم الان دوستانه بدم، اولا که همه اطلاعات رو یه دفعه با هم دیگه نده یک فردی که حالا به حساب تا این حد گرفتار این قضیه است، چون نمیتونه تجزیه تحلیل بکنی این مسئله رو. از نظر من تو اگرم میخوای این قضیه رو مشخص بکنه یا حالا یه تأثیری هم رو اون همسرت هم داشته باشی، کم کم کم، یعنی به جز یه مثل یه کتابی هست که عملا از یه پیشگفتار شروع میشه، از اول شروع میکنی تا فصل آخر میرسی، اینطوری روشون کار کن، برو جلو پله پله، برو به حساب برو جلو. و هر جایی هم دیدی به نظر من دیدی عصبانی شدی، چون میگم برای یک ارتباط داری دیگه، برای یه رابطه بینتون هست، اون بحث رو ول کن اصلا، توی زمان دیگه آهسته آهسته فکر میکنم اون نتیجه لازم رو بگیری. این نظر من. دمت گرم. من ولی اصلا نه آقا بتیز بین اصلا، حالا من حالا البته طرف بابک کاملا درسته اگه میخوای نتیجه بگیری، خب ولی چرا میخوای، یعنی هدفت چیه؟ آرمین برام سخت واقعا. خب میام خونه خانومم، دوست ندارم که دست اندازی بکنه به 1400 سال پیش یک انسانی که بخواد حاجت بگیره. مثلا برای من خیلی سخته. تو زندگی مشترک روشن تأثیر گذار دیگه. آره ببین منم میخوام اسلام کاملا هست شه، دین کاملا هست شه روز، خب ولی من اگه من، این نظر منه، خب میتونه کاملا اشتباه باشه، خب اگه همسر من، خب کسی که من عاشقش بودم، خب تو و کسی که مثلا هر روز باش هستم، خب و دیندار بود، خب و من اولویت چیزی که مهمتر هست اینه که من رابطه‌مو با این شخص نگه دارم، نمی‌دونم چه، یعنی خوشحالی این شخص، زندگی سالمی داشته باشن، رابطه خوبی ما با هم داشته باشیم، من بتونم باعث، من میخوام بیام، اگه میام خونه باعث بشم این شخص لبخند بزنه، نه که نگران بشه، میدونم چه، دوست دارم باعث خوشحال، من میخوام نه تنها میخوام این شخص خوشحال باشه، من میخوام من باعث خوشحالی این شخص و زندگیم باشم. خب اگه عقاید اشتباهی داره این شخص، خب من اگه مثلا دارم فعالیت های ضد دینی میکنم، برای تو دنیا دارم این فعالیت رو میکنم، حالا قرار نیست که همین بغل دست خودم هم، یعنی هر جی رو که دیدی که لازم نیست بیا درستش بکنی، میدونم چیه، همه چی رو که لازم نیست ما درست بکنیم. ببین من مادرم وقتی خرافاتی بود، خب به شدت خرافاتی بود، خب باعث نشد که من مثلا کمتر دوستش داشته باشم. خب من وقتی دیندار بودم میرفتم رو اعصاب پدر مادرم، خب ولی وقتی بی دین شدم دیگه رو اعصابشون نرفتم که اونام حالا بیان بی خدا بشن. ولی البته مثلا مادرم بی خدا شد، ولی به خاطر این بود که اون میومد از من سوال میپرسه که مثلا من چرا بی خدا هم، چرا مثلا اینا خرافاتی هن و اینا. خب خیلی کنجکا، یه دلیلی هم که داشت که مادرم ازم میومد این چیزا رو میپرسید به خاطر این که میدونست من علاقه دارم و خیلی دوست داشت با من صحبت بکنه و میومد در این چیزا با من صحبت میکرد، آخرش هم کاملا بی خدا شد، ولی کنجکاوی خودش بود، من روش هیچ وقت فشار نیوردم. من وقتی که مثلا من فکر میکنم برای بیدین کردن مردم، من وقتی که مثلا میام ویدیو درست میکنیم، کتاب مینویسیم، پادکست درست میکنیم و میذاریم اینو تو دنیا، این باعث میشه که کسانی که بیشترین قابلیت کنجکاو هستن و قابلیت اینو دارن که بیشتر از بقیه نظرشون عوض بشه، خودشون میان طرف ما، خب خودشون دارن میان پیدا میکنن ویدیوهای ما رو، کتابای ما رو، پادکستای ما رو، اینا رو، خب و اینا راحت و بهتره که اول رو اونا کار کنیم، اونایی که دیندارن و یا اینکه مثلا کنجکاون و یه ذره شک دارن و اینا، خب
یا اینکه ولی شک ندارم ولی میخوام بیان نظر ما رو عوض بکنم و این باعث میشم که ممکنه بعدا شکر رو بشن. خب ولی توی زندگی، توی محیطی که داری زندگی میکنی، این شرایط جنگی رو به وجود بیاری اصلا هم به ضرر زندگی، هم به ضرر سلامت خودت، هم اون شخص. شما باید دو نفر باشین که بتونین رو زندگی، روی روان همدیگه تاثیر مثبت بذارین. این از هر چیزی مهمتره، از هر چیزی مهمتره. البته البته آرمین، تا جایی که اون عقیدهش نخواد به خود این شخص آسیب بزنه دیگه، تا یه حدیش منظورته. چون آره، تو نمیتونی همه رو بگذری بگی من داخل خونه اینجوری رفتار میکنن. آره، اوکی اوکی. پس من میگم تاثیر مثبت داره. میگم یه حد و مرز داره عملا. اوکی. آره، ولی حد و مرزی اگه داره، حتی اگه اونم بخوایم، حتی اگه اون در یه شرایطی که داره مثلا تاثیر منفی میذاره، اونجا هم بخواید تاثیر مثبت بذارین، تنها جوری که میتونین تاثیر مثبت بذارین اینه که انقدر علاقه به همو زیاد بکنین که وقتی یه چیزی از خط قرمز شما بگذره، شما قابلیت اینو داشته باشه که بیاین بگین که، یعنی اون شخص انقدر به شما علاقه داره، انقدر شما منبع مثبتی توی زندگی این شخص هستین که وقتی یه چیزی از یه خط قرمز میگذره، اونجا دیگه داری میان میگین لطفا این کارو نکن، اون شخص اصلا واقعا از اون خط قرمز دیگه رد نمیشه، به خاطر اینکه انقدر میبینه که شما باعث، به شما احتیاج داره برای عشق، برای محبت، برای لذت تو زندگی. خب یعنی انقدر اصلا اون شخص شما معتاد همدیگه میشید، اعتیاد پیدا میکنید به محبت همدیگه. خب برای همین دیگه خط قرمزا رو دیگه راحت تر میتونید تعیین بکنید. خب برای اینکه به جای اینکه بیاین با خشونت و با تهدید و اینا با هم صحبت بکنین، میاین با محبت و اینا میگین که این منو واقعا داره اذیت میکنه، این کار اگه میشه نکنین، و این راحت تر میتونید یه نفر اینجوری تغییر نظر بدید. خب ولی من میگم که شما باید یاد بگیرید که یک نفر حتی اگه نظراتش کاملا هم غلط باشه، بتونید به این محبت بکنین به هم. یعنی نباید عشق شرطی باشه به درست بودن عقاید، نباید محبت نباید شرطی باشه به درست بودن عقاید. خب ما آقا بتیزمی یه چیزی بگم، تو، بابک، من همین الان یک عقایدی داریم که مزخرف محضن. خب حتما من یک سری عقایدی دارم همین الان، نمیدونم کدوم عقایدم ها، ولی همه ما یه سری عقایدی داریم که الان که واقعا مزخرفن. حالا بابک نه، خب ولی اکثر ماها به غیر از بابک حتما یه سری عقایدی داریم که اگه میدونستیم چقدر مزخرفه اصلا خجالت میکشیدیم که این عقاید الان داریم. خب ما اگه داریم مثلا، تو وقتی همسرتو مثلا میبینی که مثلا عقایدش میگه مزخرفه و احساس ناراحتی میکنی، به این فکر کن که حتما خودت هم الان یه عقایدی حتما داری که مزخرفه. خب برای همین اینقدر قضاوت سخت نکن. نظر چیه؟ خیلی ممنون آرمین، خیلی ممنون بابک جان، بابت خیلی عالی بود. یک سال آرمین، یه جا خانم دکتر میترا بابک هم که قبلا مهمان ما بود در روانشناسی، اینجا حضور داشت، یه جایی یه نکته ای گفتن، من اگه پیدا کردم هایلایت میکنم که ببینی. آها اینجا گفته بهت که آرمین جان، بابکم به این آسانی نیست و عشق کمرنگ میشه به بین دو نفر در این تضاد فکری که وجود داره بین دو نفر. به خاطر تعصب دارید به عقایدتون. خب تعصب داریم به عقایدتون، فکر میکنین یک کسی باید هم نظر باشه. ارزش برای انسان‌ها به خاطر درست بودن عقایدشون ارزش قائل نشید. خب انسان‌ها حتی اگه عقایدشون غلط باشه، اینا لیاقت محبت رو داره، لیاقت خوشحال بودن رو داره. خب آره، قابلیت، ما قابلیت عاشق بودن با کسایی که عقاید افکار اشتباه دارن رو داریم. خب ما اگه یه کسی رو میبینیم که نظرش با ما اختلاف نظر داره و این باعث میشه که نتونیم علاقه بهشون داشته باشیم یا بهشون محبت بکنیم، به خاطر مشکل از اونا نیست، مشکل به اینه که ما تعصب داریم به نظرهای خودمون. ما باید یه چیز خودمون رو درست بکنیم. اول خودمون رو درست بکنیم به جای اینکه سعی کنیم اونا رو درست کنیم. به نظر من آقا دمت گرم آمین، متشکرم بابک. یک سال کاملا مجزایی بگیرم تاشتم، میشه بپرسم؟
اگر از بابک بعد من فقط من چیزی بگم، مازیارم گفته که یعنی جمهوری بی خدایان نمیخواد خیلی ها هم نظرش بشن. نه به زور ما چیزی رو نداریم اصلا. من اصلا شما مازیار کجا بودی؟ من داشتم میگفتم برای اینکه مردم ها... من میگم داریم سعی ما هدفمون اینه که دین یه روزی حذف بشه. خب من میگم ولی میدان‌های جنگ بهتری وجود داره. میدان‌های جنگ بهتر وجود داره تا اینکه بیافتی به جون همسرت. بیا به همسرت رو به گریه بندازی. میدان‌های جنگ به اندازه کافی هست. خب و میدان‌های جنگی که ما داریم توشون مبارزه می‌کنیم، میدان‌های جنگیه که طرف مقابل داوطلبانه اومده، نه اینکه یه نفر به زور وارد جنگ شده به خاطر اینکه داره همبسترمونه. جای نداره بره، مجبوره به ما به جنگه. خب به زور کسی رو با مبارز نکنه. فقط من یه نکته هم بگم خانم دکتر، من خانم دکتر میتبابکم تو لایف چت هستن، اگر هر موقع سلا دونستم خواستم بیام بالا، لینک هست، ما لینک رو براتون میفرستیم که بتونین، یعنی هر موقع بگین لینک رو همجور تو لایف چت میفرستیم که شما بریم بالا. تو من یه جایی دیدم خوندم که گفتیم مثل اینکه بیمار دارید و احتمال داره که نتونید. اوکی ممنون. عقاب تیزبی مثل که سوال دیگه ای داشت نه؟ سری آقاب سری که بریم سراغ بقیه. نه نه نیلوفرم، نیلوفرم یه سوپرچت پنج پاندی داد، مرسی نیلوفر. آره میگه عقاب اینجان همسرتون و شادیتون مهمتر از گرایش به خدا ناباوری یا خدا باوری است. دقیقا ممنون نیلوفر از این سوپرچتت. عقاب اگر صحبت وقتی صحبت نمی کنی اینقدر در باز بس می کنی خودتون می کنی. خیلی خواهلا بگو. ممنون نیلوفر. آقا خب آقا میذاریمش پایین دیگه.